دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتون. عرض کنم که جلسه قبل ما یه غزلی رو از دیوان کبیر خوندیم که غزل بسیار وزین و سیمبولیکی بود. نرسیدم حقیقتش غزل رو توضیح بدم. توضیح دادن غزل هم کار ساده ای نیست. داد جاروبی به دستم آن نگار، گفت که از دریا برانگیزا غبار. این داستان این غزلی بود که جلسه پیش خوندیم. حقیقتش یک غزلی در حافظ هست. من این غزل رو بارها خوندم و در رابطه با تفسیر مثنوی ازش بهره گرفتیم. فکر کردم که یک بار هم این غزل به طور کامل راجبش صحبت بشه. خیلی ربط پیدا میکنه به غزل جلسه قبلمون. خیلی معانی رو باز میکنه. خود این غزل که باز بشه خیلی از تناقضاتی که در حافظ ما خیال میکنیم وجود داره و کج فهمی ها حل میشه. غزل رو همتون میشناسید، شاید اصلا حفظ باشین، و من امشب اینو در رابطه با جلسه قبل، توضیحات جلسه قبل و مطالبی که خودش داره تا اونجایی که در توانم باشه توضیحاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف و بتان از پی چیست، گفت حافظ گلی از دل شیدا می کرد. عرض کنم که سالها دل طلب جام جم از ما می کرد. اگر اولین جلسه یا دومین جلسه زمستان که ما غزلها رو رمزگشایی می کردیم، من به این دو بیت اول اشاره ای داشتم در بیان هفت شهر عشق و اون غزل فوق‌العاده مولانا یه توضیحاتی رو دادم. باز یه یادآوری میکنم و میرم سر صحبت‌هایی که با هم داریم امشب. دل سالها داشت طلب جام جم میکرد. توجه داشته باشین، من شاید نزدیک به یک ساعت و خورده‌ای فقط دل رو از دیدگاه عرفا در همین جلسه زمستان باز کردم. اگر دوستانی آشنایی ندارن برگردن به اونها. خلاصه طلب جام جم می کرد و چیزی رو که خودش داشت از یک غریبه تقاضا می کرد. این ما هم مای بشریت، یعنی خود انسان در گمراهی هایی که داره، در مجموعه پیکره انسانی از مای بیگانه می خواد، و هم ما به معنی خود حافظه، به معنی فرد یک نفره. ما با اون کار داریم، به جنبه های اجتماعیش و جنبه های سیاسی که حافظ در این مسائل داره اصلا کاری نداریم. برمیگردیم به مسائل درونی. خب اگر خودش داشت، چقدر این دل ناآگاه و بی اطلاعه که یک جام جمی رو داره ولی میاد میره از بیگانه ها اینو تمنا میکنه. چطور خودش متوجه این داستان نیست؟
من یه لغتی رو باز کردم، دوباره باز میکنم و توضیح میدم خدمتون. اون جام جم هستش. عرض کردم خدمتون که جام جم یعنی جام جمشید، چون در افسانه های ایران باستان باده پیمایی یعنی میگساری در بزم های شراب خاری که چه اصولی داره، چه یک سری آداب داره، سنن داره، این رو برمیگردونن به جمشید. میگن که جمشید کسی بود که باده گساری رو و رسم میگساری رو پایه گذاشت. از این نظر میگن جام و جام جمشید. جام از همون مخفف جمشید هست، اما در اصل داستان این جام کیخسرو هستش. این جام کیخسرو برای اولین بار و شاید آخرین بار در شاهنامه فردوسی، فقط در شاهنامه اولین آخرین بار عرض میکنم، به اسم جام کیخسرو مطرح شده. داستان از این قراره که در داستان بیژن و منیژه در سرحدات ایران با توران یه سری گراز وحشی حمله میکنن به مرزهای ایران و زمینهای کشاورزی رو از بین میبرن. اینها مردم میان در بارگاه کیخسرو پا به اصطلاح شاهنشاه و میگن که آقا این گرازها زمینهای ما رو از بین بردن، ما در ذمه حکومت ایران هستیم، شما هستیم و یک کاری بکن. پادشاه تمام وزرا رو جمع میکنه، همه میان و میگه که باید به اینا کمک کنیم. چه باید بکنیم؟ میگن که باید یه در بفرستیم بره و این موضوع رو حل کنه اونجا. در میون اینها فردی هست به نام بیژن، جوانیه، جوان خیلی نوخاسته ایه. این از نظر مادر در واقع نوه دختری رستم هستش، از نظر پدر نوه پسری گودرز هستش، گیو الفچشم پدر این هست. اینا همه از بزرگان دربار کیخسرو بودن. بیژن بلند میشه میگه من میرم. همین که این میخواد بره پدر خیلی مخالفت میکنه. پدر میگه این کارو نکن، چون میترسیده، این هم جوان بوده هم بی تجربه بوده. خلاصه یه فردی رو، یه پهلوانی رو به نام گرگین با این همراه میکنن، این میره به مرزهای ایران. خیلی خوب اون خرابی ها رو درست میکنه با درایتی که داره. بعد از این گرگین به این پیشنهاد میکنه که در مرزهای توران دخترانی میان که از دربار افراسیابن، بریم اونجا خلاصه یه عیش و عشرتی داشته باشیم. بیژن میره و من جمله در خاک توران دختر افراسیاب در اونجایی که دختران تورانی بودن اونجا بوده. من فقط رؤوس رو میگم که به نکته هایی که باید برسم این رو قبلا هم گفتم. خلاصه منیژه دختر افراسیاب از بیژن خیلی خوشش میاد. خلاصه عشق عاشقی بلند میشه. بیژن خیلی میترسه، چون اگر خانواده خودش میفهمیدن که این با دختران تورانی رو هم ریخته، خب بیرونش میکردن از دربار. اصرار میکنه که من باید برم. منیژه میبینه که این جدی جدی میخواد بره. مقداری داروی بیهوشی در نوشیدنی این میریزه. بیژن دارو رو میخوره، نوشیدنی رو میخوره و بیهوش میشه. اینها خیلی نکته های جالبیه. شما در نظر بگیرید که داروی بیهوشی و استفاده از این داروهای بیهوشی کی بوده. بفرمود که داروی هوشبر پرستنده بیامیخ با نوشبر. پرستنده یعنی پرستار. کسی هم که خدا رو میپرسته در ادبیات ما، پرستش و پرستنده از همون اون پرستار میاد، یعنی پرستاری از اون باورش، از اون درونش میکنه. خلاصه پرستارهای کسایی که بودن خدمتکارها ریختن و این بیهوش شد. بیهوش شد و منیژه میبرتش تو کاخ خودشو. خلاصه بیدار میشه، میبینه آقا داستانیه. خبر به افراسیاب میرسه. و افراسیاب به برادرش میگه برو اگر یه همچون چیزی هست بیارشون اینجا و من هم دختر رو از بین میبرم و هم اون ایرانی رو. میان میده بله آقا درسته، این عاشق شدن. میارنشون پیش افراسیاب.
افراسیاب میبینه که بله دختر رو بیژن منیژه عاشق بیژن شده. اتفاقی که میفته دستور میده که بیژن رو به دار بیاویزن. دار هم دار امروزی نبوده، اینا خیلی جدیده تو این 2300 ساله. دار یعنی همون درخت، یعنی فرد رو میبستن به درخت تا در اثر فشار از دنیا میرفته، حالا گرسنگی یا هر چیز دیگه. در زمانی که میخوان اینها رو ببرن، منیژه رو هم دستور قتلش میده، دختر خودش، میگه دختر من که من خیانت میکنه باید بمیره. پیران وزیرش میاد میگه آقا جان شما داری چی کار میکنی؟ ما هنوز چند سالی از کشتن سیاوش نگذشته که این ایرانی ها خاک توران رو به توبره کشیدن. اینها رو ببر در یک چاهی نگه دار، اگر ایرانی ها حمله کردن بچهشون رو بهشون بدی، اگر هم حمله نکردن اون تو میمونن تا بمیرن. افراسیاب اینو میپسنده، بیژن رو میفرسته، منیژه رو هم که خب مطرود بوده اونم باهاش میفرسته و اینا رو میکنن در یک چاهی در نزدیکی دریای چین، سنگی هم بوده، سنگ اکوان دیو، اینو میذارن روش. اینا داستانهای شاهنامه است. خبر به گرگین برمیگرده، گرگین برمیگرده و شروع میکنه دروغ گفتن راجع به خودش و اینا. اینا میفهمن آقای داره دروغ میگه. گیو خیلی ناراحت میشه، گیو خیلی ناراحت میشه و میخواد لشکر بکشه به توران. کیخسرو بهش میگه صبر، من جامی دارم که وقتی که نوروز شد در این جام نگاه میکنم بهت میگم بیژن کجاست، برو بیارش. این جام، جام کیخسرو، جام جهانبین، جام گیتی نما، آینه اسکندر همینه، همون آینه‌ای که اسکندر درش نگاه میکنه که در ادبیات ما با جام جم مترادف شده. تا اونجایی که سواد من اجازه میده این اصطلاح با صنایع وارد ادبیات ما شده. قبل از صنایع شما این رو نمیبینید، یعنی برگرفته از شاهنامه است و جام جم، جام جهان نما، جام جهان بین، جام گیتی نما، جام کیخسرو، هر چی میشنوید همینه. اگر آینه اسکندر هم میشنوید همینه. خلاصه این جام رو میارن، نوروز میشه و میگه دو تا پیمانه شراب، دو تا پیاله شراب خورد در این جام. در این جام اون دفعه من خدمت رو نرس کردم، یه چیزیه شبیه این جام های چلکلیدی که امروز استفاده میکنن، اونطوری که فردوسی برای ما توضیح میده. آبهای دعا خونده توش میریختن، نقش و نگار کواکب و صور فلکی رو این بوده و کلیدهایی از این آویزون بوده، کلیدهای کوچیکی از این آویزون بوده. این در این دو پیمانه شراب خورد، دو پیاله شراب خورد، نگاه کرد، گفت بیژن در چاه کنار دریای چین اسیره. که خب رفتن و آوردن، یه داستانش طولانیه، از اینجا به بعدش به ما ربطی پیدا نمی‌کنه. این از جام جم. حالا این جام جم عرض کردم خدمتتون، اینم خدمتتون بگم که این جام جم رو عرفای ما، برگردید به اون چه سندهاشو همه رو آوردم، از سعدی، از وحشی، از همشون سندها رو آوردم. این جام جم در واقع یک نقطه سیاهیه در دل انسان که از کون و مکان بیرونه، به این میگن سویدا. هر جا که میخونین سیر سویدا یعنی همین سر سویدا، یعنی سر اون نقطه سیاه. این گوهر هم که میگن همونه، اون در وجود انسانه و تمام اسرار هستی در اون نقطه است. بهرگیری سر سویدا. حالا میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، یعنی این دل ما که این نقطه سویدا درشه، این میخواست به این سر سویدا برسه، به این جام جمشید برسه، به این توضیحاتی که من خدمتون دادم. یک جریانی که از کون و مکان بیرونه و این میتونه بر کل هستی مسلط بشه، دنبال اون میگشت. ببینید دوتا مسئله است، شما همیشه عرفای ما رو میبینید صحبت از گم شده میکنن، شطور زاله، کسی که شطورشو گم کرده بود.
خیلی مهمه شما وقتی که یک چیزی دارید که گم میشه شما میشناسینش، صفت نشونی هاش رو میدونید چیه. خیلی فرق میکنه که دنبال چیزی میگردید که اصلا نمیدونید چیه. فرض کنید اگر یه چیزی رو نداشتید و نمیدونید چیه، هیچ نشونی ازش نمیدونید، ولی وقتی یک چیزی رو داشتید و بعد از دست دادید، اون میشه گم شده. اون میشه گم شده، یعنی اینکه صحبت از چیزی داره میکنه که به محض اینکه به وجودت میخوره میفهمی مال توه، به محض اینکه نسیمش به سمتت میاد میفهمی نسیم گم شدته. اون پیراهنی که یعقوب بویید تا بو کرد فهمید بوی یوسف رو میده. این اون حرف رو میخواد بزنه، گم شده یعنی چیزی که وقتی که بهش میرسی و برات داره باز میکنه تو تسلیم اون گم شده هستی، چون باهاش آشنایی داشتی. میگه آقا یه گنجی تو این دل هست، یه گنجی این وجود داره که این گنج از دست بر انسان مکشوف نیست. انسان میخواد این رو پیدا کنه، همش هم داره از جاهای اشتباه سوال میکنه، از کسانی سوال میکنه که خودشون گم شدن. ببینید رفتن سیر درون بسیار با نوع زندگی انسان متفاوته. ما چون همیشه یاد گرفتیم اگر در یک موضوعی تحقیق میکنیم باید بریم مطالعه کنیم، با آدمهای وارد صحبت کنیم. وقتی که با اینها صحبت میکنیم یه موضوعاتی برای ما روشن میشه، یه چیزی رو نمیدونستیم الان یاد میگیریم. این داره به ما میگه که آقا جان چیزی نیستش که تو بخوای بری از بیرون بگیریش، باید از تو بهش دسترسی پیدا کنی. من یه داستانی رو براتون تعریف میکنم. این داستان رو من چندین و چند سال پیش خوندم از مثنوی، نمیدونم روی سایت هست یا نه، ولی دوباره براتون تکرار میکنم تا ببینید منظور اینا چیه. خیلی این حرف رو باز میکنه. یه آقایی در بغداد ثروت خیلی زیادی بهش ارث میرسه، ارث زیادی دستش میرسه. خلاصه اینم مثل تمام انسانهایی که وقتی گنج دستشون میرسه آگاهی همراهش نیست، گنج رو از دست میدن. اینها بسیار مهمه. شما فکر نکنید رسیدن به گنج تموم شده داستانه. به خدا ببینید صحبت آمارها رو ببینید، 75% 90% کسانی که لوتوهای بالا میبرن بعد از 5 سال ورشکستن. داشتن آگاهی برای گنج خیلی مهمه، چه مادی چه معنویش. این ارثیه زیادی بهش میرسه و خلاصه رفقا دورشو میگیرن و میفته به خرج کردن و خلاصه پولا همه به باد میره. پولا وقتی که به باد میره این خیلی گرسنه میمونه. حالا میگه خدایا یا منو بکش یا منو از این شرایط نجات بده. شب خواب میبینه که بهش میگن برو مصر، در مصر شما میرسی به جایی که یه آدرسی رو بهش میدن که تو اینجا گنج هست. اینم فوری جمع میکنه و میاد مصر رو. خلاصه شب انقدر تحت فشار بوده میگه برم گدایی که شکمم رو سیر کنم. در شهر دوست ها زیاد شده بودن، داروغه به شهنه ها گفته بود، به بسا پاسبانا پلیسا گفته بود که هر چی رو مشکوکید بگیرید اونقدر هم شکنجه کنید تا اعتراف کنید. این بیچاره رو میگیره یه پلیسی، یه شهنه اینو میگیره که تو اومدی جزو دزدا گروه دزدا هستی، میبرنش رو شکنجهش میکنن اینا. این هی قسمایه میخوره که بابا والله من قریب اینجا از بغداد اومدم، اینجا خواب دیدم یه گنجی هست، اومدم اون گنج رو ببرم. اون پلیس حرف اینو باور میکنه، اون شهنه حرف اینو باور میکنه، میگه که به نظر میاد آدم صادق و رو راستی باشی، ولی برادر آدم به یه خواب که راه نمیفته بیاد این همه راه تو مصر. اگر بخوای اینجوری فکر کنی، من پلیسم، من شهنم، خواب میدیدم خیلی وقتا که تو بغداد یه گنجی وجود داره که برم توی بغداد گنجو بیارم.
وقتی آدرس بغداد به طرف میده میبینه این آدرس خونه خود این گداه رو داره میده، میفهمه که گنج در خونه خودش بوده و این همه مسیر رو این اومده. یعنی این که قفلی که بر این صندوق وجود داره، بر این گنج وجود داره، سختی ها، بالا پایین شدن ها، واقعا به قول خیلی از این عرفای ما شیری رو که از مادر خوردن از دماغشون آوردن بیرون، فقط به خاطر آگاه بودن بر این گنج که بدونن چی دستشونه، به این راحتی چیزی رو به کسی ندادن. ببینید در ارتباط با این گنج، باز خود این گنج، یه مثالی براتون از قرآن بزنم. قرآن اگر آشنایی داشته باشین، در سوره نور، همجایی که الله نور سماوات و الارض، چیزی رو مطرح میکنه که یک روغن مبارکه زیتونی در این ساق، در این بسته چراغ‌ها هست که حبابی روشه و وقتی که آتش به اینها میرسه اینها روشن میشن. این روغن مبارکه زیتون، اون درون، اون گنج، همین این صحبتیه که اینها برگرفتن از خیلی از این مسائل. در انجیل هم همین مسائل رو داریم که به محض این که به اینها آتش نزدیک شه برافروخته میشن. تا زمانی که آتش به این روغن نرسه، این روغن برافروخته نمیشه. این یکی از مهمترین سیکرت های این داستانه. اصل مسئله اینه که ما میخوایم بدون هیچ گونه آتشی، بدون هیچ گونه چراغی این روغن برافروخته بشه. این نخواهد شد. روغن وقتی برافروخته میشه که آتش به اون نزدیک بشه. شما زمانی این گنج درونی رو بهش میرسین که برای این گنج به اون آگاهی برسید که فردا یه دفعه بالانست به هم نخوره. اینا خیلی مسئله مهمیه. گنج رو به کسی نمیدن که تعادل نداره. امروز این وره، فردا اون وره. امروز این طرف میخواد بیاد، حالا دو روز دیگه آدم دیگه، تغییر میکنه. از مقام آدمیت باید به مقام الوهیت برسه تا بتونه اون گنج رو باز کنه، و الا نمیتونه باز کنه. هر چقدر هم که دنبال این بگرده به این نتیجه ها نخواهد رسید. یه نکته دیگه هم من خدمتتون عرض کنم. حرف این عرفا اینه که تمام درمانهای دنیا در درون خودته. حالا اصلا مسائل عرفانی رو میذاریم کنار، رسیدن به این گنج رو میذاریم کنار، هر چی که میخوای، جاودانگی میخوای از خودت بخوای، شادمانی میخوای از خودت بخوای، اگر میخوای به علم برسی از خودت بخوای، علمهای معنوی منظور ماست، از خودت بخواه. حافظ شناسا این دو بیت رو مستقیما برگردوندن به یک رباعی از شیخ رازی که همتون شنیدین، این نسخه نامه الهی که تویی، ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون نیست هرچه هست در عالم، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. این یعنی همون رسیدن به این گنج، رسیدن به این داستان، این نکته ها رو داره. این دو بیت رو من به این صورت قبلا توضیح دادم، دیگه بیشتر توضیح نمیدم. برمیگردم به ابیاتی که توضیح داده نشده، اینها رو خدمتتون عرض میکنم. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. اولا مشکل حافظ چی بوده که حافظ بردتش پیش پیر مغان، که پیر مغان این رو براش
حل کنه. قبل از اینکه من مشکل حافظ رو توضیح بدم خدمتتون، ببینید اینجایی که پیر مغان میاد، هر جایی که باده، شراب و شرابخوری میاد در ادبیات ما، همیشه شما ترسا، ترسا بچه، مغ بچه، مغ، همه اینها رو میبینید. این به اون علته که در دوران حکومت اسلامی شرابخوری علنی نبوده. زرتشتی ها، مسیحی ها، اینا اجازه داشتن که در محیط خونه خودشون شراب بخورن. اگر کسانی میخواستن شراب بخورن، معمولا میرفتن به محله های اینها و در محله های اینها اونجا شراب میخوردن. این نکته را از نظر ادبی در نظر داشته باشید. حتی خلفای بنی عباس در تاریخ نوشته شده که وقتی میخواستن شراب بخورن به این محله ها میرفتن. اما برگردم سر مشکل. حافظ یه مشکلی داشته و این مشکلش رو برده برای پیر مغان. در ابیات توضیح نمیده مشکل من چیه، اما از جوابهایی که پیر به این میده میشه راه برد به این که مشکل حافظ چی بوده. این یه طرف داستان. یه طرف داستان اینه که برگردیم به ابیات خود حافظ، ببینیم مشکلی رو که مطرح میکنه حافظ چیه. در غزلیات دیگه حافظ، شما اولین بیت حافظ، دیوان حافظ رو نگاه کنید. الا یا ایها الصابر ادرک امر الفاش. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. یکی از مشکل ها همین عشق بوده که حافظ درگیر شده با مسئله عشق، عشق رو نفهمیده. بسیار براش راهگشا بوده، ولی الان به مشکلات زیادی خورده. میتونه اینها طایر گمان ماست، چون اصلا راجع به مشکلش صحبت نمی کنه. این میتونه یکی از مشکلهاش باشه. غیر از این مشکل، مشکلات دیگه رو در جاهای دیگه مطرح میکنه که فقط در نظر داشته باشیم که حافظ چه نوع مشکلی رو میخواسته مطرح کنه. به چی در دیوان حافظ میگه مشکل؟ پس این یکی شد که عشق آسان نمود و افتاد مشکل ها. جای دیگه حافظ میگه که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. دانشمند می دونید یعنی فقیه، یعنی آخوند. اون موقع دانشمند فیزیک، شیمی، ریاضی اینا به این صورت نداشتیم. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، کین همه قلب و دقل در کار داور می کنند. قلب می دانید تقلب. یا روین نو دولتان را باخر خودشان نشان، کین همه ناز از غلام ترک و استر می کنند. ای گدای خانقه برجه، که در دیر مغان می دهند آبی که دلها را توانگر می کند. این اصل صحبت ماست. یعنی این که اگر اولا مشکلش که عشق بود، دیگه مشکل این بوده که آقا جان این همه آدم هایی که نماینده مستقیم خدان، و خب می دونید در زمان حافظ، حالا کار ندارم هنوز هم اینطور هست یا نه، اما میدونید مستقیما حکم مرگ صادر میکردن و به نام خدا تکفیر میکردن و میکشتن،
میگه خود اینها چرا این همه تشویق میکنن به اینکه دنیا نمیارزه، توبه کنید، به آخرت فکر کنید، ولی خودشون بیشتر از همه دنیا دارن. یکی از مشکلات من اینه که چرا هر کسی که این رنگ و بو رو میگیره آلوده تر میشه. این یکی دیگه از مشکلات این بوده. در اینجا میگه ای گدای خانقه برجه، یعنی بلند شو، کسی که میری دنبال این که میخوای حقیقت رو پیدا کنی. یک جایی وجود داره که به این میگن دیر مغان. مغان هم میدونید مغها ملاهای زرتشتی هستن. مغ یعنی حکیم، مغ یعنی دانا، یه چیزی مثل همون فقیه رو معنی میده. بلند شو، راه این نیست. جایی وجود داره که یه آبی بهت میدن که اون آب دلتو توانگر میکنه. مشکل حافظ اینه که آدم‌ها، خودش هم جزوی از این آدم‌ها بوده، بارها و بارها در این مسیرها، در این دکونها، در این بازارها گشتن، بدتر شده که بهتر نشده. اگر جایی هست که آبی به کسی داد که دلش توانگر میشه، یعنی همون گم شده رو داره بهش نشون میده. میگه من رفتم و پیر مغان کسی بود که با تأیید نظر، یعنی بدون که حرف بزنه، وقتی که نگاه هم میکرد معما حل میشد. دیدید میگن طرف چشم صاحب نظری داره، اصلا وقتی نگاهش میکنی انگار میری توی دنیای دیگه. میگه این یک همچون آدمی بود، این آقای پیر مغان، بدون اینکه با من حرف بزنه، همین که میدیدمش مشکلاتم حل میشد، همین که میدیدمش خیلی چیزا برام حل معما میکرد، احتیاجی نداشت کاری را انجام بدم. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست. غم بر این هیچ راهی نداره، خرم و خندانه، قدح باده یعنی اون پیاله شراب به دستشه. وندران آینه صدگونه تماشا میکرد. این که آینه رو به کار برده بدین معنیه که استعاره‌ایه که قدحی که دست این بوده، دست این پیر مغان بوده، از شیشه بوده، بلورین بوده، فلز نبوده. وندران صدگونه تماشا می، وندران آینه صدگونه تماشا میکرد. تماشا، نمیدونم قبلا گفتم یا نه، این لغت فارسی نیست، این لغت عربیه، از مش میاد. مش یعنی راه رفتن. حالا چه زمانی در زبان فارسی به معنی نگاه کردن وارد شده نمیدونم، اما تماشا یعنی حرکت کردن، قدم زدن. به پیروان ارسطو میگفتن مشائیون. مشائیون به خاطر این بوده که ارسطو دست میذاشته پشت کمرش، راه میرفته و درس میداده، به این خاطر به این میگن مش. این لغت عربیه، مشی، بعد شده تماشا به معنی نگاه کردن. میگه وقتی که من وارد شدم، رفتم و غرق شدم در وجود خود این پیر مغان. این قدح باده‌ای که دست این بود، این من رو گرفت. من دیگه اصلا سوال خودم، مشکل خودم یادم رفت. چیزی رو دیدم که من رو محو کرد که بابا این پیر مغان به یک جریانی در درون خودش دست زده، اون سر سویدا رو، اون جام جم رو در دستش داره و داره به اون نگاه میکنه و داره با اون همه مسائل رو حل میکنه. من به جای اینکه دنبال مشکل خودم باشم، غرق شدم در این پیر مغان. حالا شما برگردید به جریان قبل.
گفتش که یه جارویی به دستم داد، این جارو رو انداختم سوزوندم، بعد گفتش که از آتش یک جارویی درست کن. کردم از حیرت سجودی پیش او. این یعنی هم از حیرت، یعنی شما جایی که وقتی با اون حرکت درونی رو در رو میشید، اون چنان وارد عالم حیرت میشید که تمام مطالب خودتون یادتون میره، دیگه یادتون میره که مشکلتون چی بود. این همه توضیحاتو دادم خدمت شما تا چند تا نکته اساسی رو عرض کنم. ببینید، ما منظورم عرفانه، عرفان فلسفه نیست، عرفان چیزی نیست که فقط حرف بزنه، عرفان مرحله عملیه. عمل بسیار نقش مهمی رو داره. میگه ببین عزیز من، تو ممکنه محو این بشی که این کهکشان ها چقدر بزرگن، تو ممکنه محو این بشی که دیدین دیگه، تو این یوتیوب اینا دیدین، مثلا یه سگ رو میذارن کنار یه گربه، 300 هزار تا 500 میلیون نمیدونم چقدر لایک میخوره، ولی ما به شما میگیم که هیچ چیزی از خودت دیدنی تر نیست، هیچ مرحله ای از خودت بالاتر نیست. ما در مسیر، تقاضا میکنم این یه تیکه عرایزی که میکنم خدمتون خیلی عنایت کنید، علل خصوص دوستانی که توی هستی اوریان در جلسات متفاوتی هستن. ببینید، ما هزاران مسائل متفاوت برام به وجود میاد. شما مگه میترسید؟ این ترس بارها عرض کردم، مولانا گفته آقا اینا شبکه است، این شبکه ها باید بسته بشه، این شبکه ها باید از بین بره. یه سری شبکه ها رو شما میشناسین، همه ما میشناسیم آقا این اتفاق افتاده که من الان از این موضوع میترسم. یه سری شبکه ها رو اصلا نمیشناسیم، از بچگی تو یادمون نیست. خیلی چیزها در ما در جریان هست که اینها اصلا در خودآگاه ما وجود نداره. نمیدونم چرا میترسم، ولی میترسم. نمیدونم چرا این حالت هست، اما هست. همه این شبکه ها رو که نمیشه شناخت. هفت شهر عشق داشتیم، هفت لایه درونی داریم. شما زمانی که در کنار پیر مغان، حالا به هر پیری که میرسید، شما رو در هفت لایه وجود خودتون پایین میبره. به همین خاطر یکی از بزرگترین درس هایی که همین پیر مغان به حافظ داد، گفت تیه راه تیه طریق بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، از خطر گمراهی بترس. شما در هفت مرحله متفاوت پایین میرید. به قول امروزی ها مدیتیشن داره، مراقبه داره، مراقبه است که میکنن. شما با این مراقبه ها میرید پایین، در اون زوایای مختلف چیزهای شکوفا میشه، اونچنان شما محو در عالم حیرتی فرو میرید که کاملا از خودتون بیخود میشید. خودآگاه دیگه کار نمیکنه، خودآگاه هیچ چی رو درک نمیکنه. میرین شما یک دنیای، یک جایی رو میبینید، یک جام خرمی رو، یک جام شرابی رو میبینید، جام جهان نمایی رو میبینید در دست پیری که اینا همه نماد گرفته شده. در حقیقت تمام زندگی خودت رو درک پیدا میکنی، در حقیقت بر کل هستی درک پیدا میکنی. زمانی که از این طبقه هفتم میای بالا، دیگه این تو اون تو نیستی. این اون مسئله است که آبی به دل میده که توانگر میکنه. این تویی که از این طبقه میای بالا
و بر میگردی به زندگی نرمالت، دیگه این تو اون تو نیستی، همه چیز حل شده، همه مشکلاتت حل شده، اصلا دیگه مشکلی رو نمیبینی، چیزهایی رو میبینی که بر مشکلت میخندی، اصلا غم ازت میره کنار. به همین خاطر بارها من خدمتون عرض کردم اینها این سیکرت ها رو، اینها این روش ها رو طوری گرفتن که باید حالا توضیح میده یک سری آمادگی های به خصوصی وجود داشته باشه. وقتی که تو این هفت مرحله، تو این هفت طبقه میری پایین، وارد عوالمی میشی که در این عوالم وقتی که بر میگردی بالا دیگه میبینی این تو نیستی. مشکل خیش بر پیر مغان بردم، درسته؟ رفتم از پیر مغان سوال کنم، مشکلم بپرسم، الان دیگه اصلا مشکل فراموش شد، دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست. حالا به جای اینکه از مشکلم سوال کنم، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتم از کی تا حالا تو یکم چون توانایی داشتی؟ آخه من یکم چون توانایی داشتم چون بی خبر بودم ازش، چرا نمیدونستم من کیم؟ گفت از اون روزی که خلق شدی این در تو بوده، در اون عالم الستی که ازش صحبت میکردیم، در این عالم الست این در تو بوده، تو اگر متوجهش نمیشدی، درکش نمیکردی، اون یه بحث دیگه ایه. پس یکی از عمده ترین اتفاقاتی که برای حافظ افتاد که مشکلشو برده بود برای پیر مغان، اول اصلا مشکل خودش از یادش رفت، محو شد در این درون خودش. وقتی که این درون رو دید، وقتی که به این حالت رسید، یه اتفاقی براش افتاد. این الان حالتیه که برای خود حافظ اتفاق افتاده. بیدلی در همه احوال خدا با اون بود. این در ما همیشه خیال میکنیم وقتی که دنبال خدا میریم باید بریم تو آسمون ها، نمیدونیم خدا همین اینجا بغل ماست، نمیدونیم خدا نزدیکتر از هر چیز دیگه ای به ماست، نمیدونیم که کشف حقیقت در درون خود ماست. شما قلبی رو که این قلب خدا رو کشف میکنه و خدا در این جلوه میکنه، در وجود خودته نه در جای دیگه. باز برگردم به قرآن، شما در سوره 8 میخونید که میگه وقتی که خدا رو فراموش کردن، ببین بعد از اینکه خدا رو کشف کردی، ما کاری به خدای ذهنی نداریم، خدای ذهنی چیزیه که ساخته شده. وقتی خدا رو در دلت کشف کردی و اون خدا رو فراموش کردی، در حقیقت خودشون رو فراموش کردن. خود رو فراموش کردن یعنی آغاز تمام مریضی، مریض های روحی روانی منظورم، یعنی آغاز تمام اونا که ممکنه خیلی وقتا هم جسمی بشه. میگه من متوجه این شدم که تمام این زمان این در من بوده، من چون هی فقط میرفتم بیرون دنبالش میگشتم. خب حالا نظر شما چیه؟ حالا شما نظر بدید، حالا شما چی فکر میکنید راجع به این موضوع؟ خب میخوام اطلاعات جمع کنم. این همون جاییه که میندازتت زمین، این تو درون خودته، این فیزیک و شیمی نیست که این تو بخوای کشفش کنی. به هر حال میگه من رسیدم به جایی که دیدم که این حکیم، این پیر مغان، از روزی که این خلقت انجام شده این جام در دست ما بوده و این قدرت در اختیار ما بوده. امیدوارم که ابیات حافظ رو تو یه حدودی توضیح داده باشم که بعد از بریک حرفای خودم رو بزنم. خسته نباشید. عرض کنم که من یه 45 دقیقه فقط ابیات رو توضیح دادم، بیشتر جنبه های معنا کردن داشت. ببینید یه نکته هایی رو
من یه چیزایی رو که خدمتتون عرض میکنم برمیگردم به غزل هفته قبل و تا اونجایی که بتونم توضیحاتی رو خدمتتون میدم. ببینید، اولا فراموش نکنید هیچ زمانی در هیچ دینی، من در اصل کار دارم، کاری به مسائل کلامی فقهی ندارم، در هیچ عرفانی هیچ کس این ادعا رو نکرده و هرگز هم مطرح نکردن که انسان روزی میرسه که قادر باشه خدای جهان آفرین رو بشناسه. این غیر ممکنه. یعنی همیشه گفتن که وقتی که خدایی که در اسارت ذهن اومد، اسیر فکر شد، اسیر ذهن شد، اسیر زمان شد، اون مقام الوهیت نداره. هرگز همچون چیزی رو نکرده. حتی اگر انسان از مراحل فکری بالاتر بره به مراحل قلبی وارد شه، مکنونات قلبی، مکاشفات قلبی داشته باشه، براش این داستان سویدا فقط روشن خواهد شد. تمام ادیان بلا استثنا، چه ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، عرفان ما چه در ایران چه در هند چه در جاهای دیگه، یک نکته رو مطرح کردن که یک جریانی در انسان وجود داره، یک قطره‌ای در قلب انسان به ودیعه گذاشته شده که ورای فکره، ورای اندیشه است. اون قطره در حقیقت جاییه که میتونی بر اون شناختی داشته باشی، یعنی میتونی با وجود اون یک هماهنگ بشی. این هماهنگی میتونه وجود تو رو وصل کنه به یک اقیانوس بیکرانه الوهیت. اینها خیلی نکته های مهمیه که اینها مطرح کردن. هرگز کسی دال بر این نبوده که بله به یک جایی میرسیم که خب خدا رو قشنگ استدلال میکنیم و میبینیم اون دیگه خدا نخواهد. ببینید، من مثال میزنم تا فقط اینها جنبه های مثاله، به قول مولانا گیر نکنیم تو مثال. آتش هر جایی که میفته میسوزونه. آتش هیچ چیزی رو برای به غیر از خودش باقی نمیذاره. شما آتش رو هر کجا که بندازید ما سوای خودش رو از بین میبره و میکنه آتش. خداوند و عشقی که عرفان ازش صحبت میکنه آتشیه که در هر کجا که بیفته میسوزونه. یعنی ما سوای اون دیگه امکان نداره وجود داشته باشه. پس وقتی که شد آتش، این آتش چیزی رو غیر از خودش اصلا نمیذاره وجود داشته باشه. باز آن جاروب راز آتش بسوخت، گفت که از آتش تو جاروبی برار. شما الان این عرایزی رو که من از حافظ خدمتتون عرض کردم بیاید با این مقایسه کنید. الان آتشی جارو داره، جاروی از آتش داره ساخته میشه که همه چیز رو خواهد سوزند الا خود آتش. اینها مثال‌های ناقصیه که ما تا یه حدودی، این منظورم عرفای ما، میان بیان میکنن. شاید خالی از لطف نباشه نکاتی رو از فتوحات ابن عربی من خدمتون بگم. باز هم میگم نمیدونم فتوحات امروز به فارسی ترجمه شده یا نه. در دورانی که من یاد دارم استاد هم نداشت و به زبان عربی بود. میگه بین تو زمانی که میخوای این آتش بشی، جهنم چیزی نیست جز اینکه این لایه های زمخت وجودت رو میسوزونه. ببینید، شما میدونید ما در عرفان هیچ وقت با ظاهر کاری نداریم. آتش رو ما به معنی اینکه راستی راستی نفت میریزیم روی یکی یکی آتش بزنن اصلا میدونید نمیگیریم. جاهایی که آتش در دل هر انسانی بوده، به خودمون نگاه کنیم. زمانی که آتش در وجودت خیلی چیزا رو سوزونده، خیلی چیزا رو ازت گرفته، مالت بوده، عزیزت بوده، هر چی که بوده سوزونده، یعنی سوزش دیگه، سوزش که شاخ و دم نداره، حتما تو آتیش نباید بندازن آدمو که.
ببین وقتی که این آتش خابیده، ققنوسی از تو این آتش در تو پرواز کرد یا نه، این یعنی همون آتش، این یعنی همون درون. تا زمانی که تو کاملا تبدیل میشی به اون آتش، جارویی هم که دستته دیگه یک قالب نیست، این آجارو هم از آتشیه که هر چیزی غیر از خودش رو میسوزونه. عنایت کردین؟ آجارو بیداد به دستم که از آتش بسوزون، از آتش درست کن، یعنی همین مسئله. یه نکته دیگه ای رو هم من خدمتون بگم که باز این نظر عرفای ما هستش. ببینید ما خیال میکنیم که همیشه چون در دنیای فکر زندگی میکنیم، فکر میکنیم باید مسائل با فکر حل بشن. ببینید در جلسه قبل خوندیم که شرق و مغرب چیست اندر لامکان، گلخنی تاریک و حمامی بکار. یا با جان این دنیای فیزیک رو که توش بری برای خداشناسی، ببینید برای خداشناسی عرفانی ما داریم، برای درک معنوی ما کار به این نداریم که یه عده‌ای داستان‌های متفاوتی رو میبافتن که از یه نظمی به یه ناظم میرسی. اینا گفته‌های عرفان ما نبوده و نیست. میگه شما زمان، میگه این گلخن، این جهانی که تو داری، یک حمامیه به کار، یه حمامی داره کار خودشو میکنه. یک اون موقع حالا تونی داشت، جایی داشت که آبو داره گرم میکنه، آب گرم میشه، فاضلابی هست، این آبا رو میبره بیرون. این جهان ماست، داره کار خودش رو میکنه. اونجایی تو میتونی به حرف من عارف برسی که از اون پنجره، از اون روزن راه پیدا کنی تو. پس هم آتش جاروبی از آتش بسازید رو در نظر بگیرید چیه؟ که هر چیزی رو میسوزونه. اون زمان تو میخوای با فکرت به چه نکته هایی برسی؟ این از این طرف داستان. مسئله دیگه اینه که این آقای پیر مغان خرم و خندان نشسته بود، یه قدح باده هم دستش بود، داشت صفا میکرد، داشت شاد و شادمانی بود. این جام جهان بینی که من خدمت شما عرض کردم، عرفای ما میگن این جام جهان بین چیزی جز وجود خودت نیست، جز وجود انسان نیست. همیشه گفتن انسان حیوان ناطق، انسان حیوان نمیدونم، حالا مدرنان گفتن ابزارساز، عرفان ما گفته انسان حیوان عاشق. تنها مزیتی که انسان بر بقیه موجودات داره مسئله عشقه، هیچ مزیت دیگه عرفان ما قائل نشده. میگه من که جام و پیاله گرفتن این بدن رو، بسیار نکته تشبیه خیلی باریکیه. میگه این خدا وقتی که، من شما نمیگیم خدا وقتی آدم رو آفرید گل بود و این گله رو کرد آدم، این تو اسطوره های مذهبیه دیگه. میگه آقا جون این گل، این خاک به جای آب با شراب، با می به وجود اومد، می عشق در این خاک بوده، این اون ودیه‌ایه که در تو وجود داره، از اون ودیه تو به این پنجره خواهی رسید، به این روزن خواهی رسید. اگر هم میخوای بری جاهای دیگه‌ای کشف کنی، برو، حتما موفق میشی. باز هم میگم ما با کسی کار نداریم، ما فقط یعنی عرفای ما کشفیات درون خودشون رو گفتن. بیدلی در همه احوال خدا با بود، خدا این رو در کنار این بود و این متوجه این نبود که خداست که در کنار اینه. ببینید انسان وقتی که تو رحم مادره، اگر شما با انسانی که تو رحم مادره صحبت کنید خیال میکنه که اون موقع توی رحم بوده، حالا که بیاد بیرون میاد توی دنیای دیگه ای. نمیدونه وقتی که توی رحم مادره باز هم تو همین دنیاست، مادر تو همین دنیاست. این فقط یک پرده پشوندتش، اون آتشی که این پرده ها رو می سوزونه و هر پردهی که بیاد این آتش خواهد سوزوندش، اون جاروییه که مولانا تبدیلش کرد به شمس، بهش گفت تبدیلش کن به این جاروی آتشی.
من یک لحظه از این بیت میگذرم که این همه شعبده خیش، که یه نکته رو باز کنم برمیگردم به این. حالا این آقای پیر مغان یک نکته هایی رو برای حافظ باز کرده. گفت کی؟ گفت اون پیر مغان. گفت گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. ببینید میره این منصور دیگه، منصور حلاجه. آقای پیر مغان گفت ببین ما درسمون رو گرفتیم، ما ویلن آر لسن، یعنی اصلا شک نکن که به اندازه کافی این مردم، این جماعت، این بزرگان به ما درسمونو دادن که ما اجازه نداریم حقیقت رو بگیم. با بلایی که سر منصور آوردن، میدونید داستانهاشو بارها هم شاید صحبت کردیم و اینا، منصور نماد گرفته میشه که آقا جون ما هم اگر بخوایم یه چیزهایی رو بیان کنیم، همون بلایی که سر منصور اومد سر ما میارن بدون هیچ تعارف. خب یه چیزهایی اصلا گفتنی نیستش، یک چیزهایی اصلا مطرح کردنی نیستش. ببینید اگر در این مسیر حرکت میکنید، چون خیلی خوبه که من یه نکته ای رو باز کنم، دوستانی که در این جریانات هستی اوریان اون مسائل تحولی و عالم یقظه رو گذروندن، چون سوالات از جاهای مختلف اومده و همه یک سوال مشترک رو داشتن، خیلی خوبه که به این نکته من همینجا بپردازم. ببینید وقتی که انسان بیدار میشه، حالا شما فرض کنید این موضوع در هستی اوریان اتفاق میفته، آدم بیدار همیشه مشکل داره، شما نمیتونید جلو این رو بگیرید. انسان ها با کسانی که مثل خودشون نباشند همیشه درگیرند. ببینید ما برای چی این همه در زندگی هامون بالا پایین میشیم؟ ببینید تهمت ها، دروغ ها بزرگترین چماق تو دست ماست که تو سر هم دیگه فرود میاریم، همش هم دروغ میگیم، به هیچ کدومش واقف نیستیم. برای اینکه ما در توهمات باید زندگی کنیم، عالم ذهن عالم توهمه. کسی که از عالم توهم وارد میشه به حقیقت، خب بسیار متفاوت میشه. چه انتظاری داری؟ بذارین یه داستانی تعریف کنم برمیگردم، از جبران خلیل جبران باز. میگه یه بچه‌ای از دهان یه بچه‌ای تعریف میکنه، میگه من 3 روزم بود بچه، مادرم اومد از تایم پرسید که بچه چطوره. گفت بچه خیلی خوبه، حالش هم خیلی عالیه، همه چیزش خوبه. گفت من جا داد زدم، فریاد کشیدم که مامان این دروغ میگه، من جام خیلی زبره، جامم مثلا خیس کردم، شیر اینم خیلی تلخه، سینه‌ش هم بوی بدی میده، ولی چون با زبانی صحبت میکردم که از عالم دیگه بود کسی صدای منو نمیشنید. 2 مرتبه شد 21 روزم. وقتی شد 21 روزم بردنم کشیش غسل تعمیرم بده. کشیش برگشت به مادرم گفتش که خدا رو شکر فرزند تو مسیحی دنیا اومده. باز من داد زدم که مامان این دروغ میگه، من نه مسیحی هم نه مسلمون هستم، من آدم دنیا اومدم، اصلا این چیزها نبوده اونجا. باز چون از زبان دیگه ای صحبت میکردم نفهمیدم. میگه شد 7 ماهم، یه فالگیری اومد تو صورت من نگاه کرد، گفت این یه روز رهبر بزرگ جهان میشه، خیلی پیرو پیدا میکنه، خیلی کارهای بزرگ سیاسی میکنه. میگه باز من فریاد کشیدم که من در سرنوشت خودم، در عالمی که بودم، دیدم موزیسین میشم، این داره دروغ میگه. باز چون از دنیای پاکی بودم، از اون معصومیت بی آلایش نفس بودم، کسی صدای من نمیشنید. یعنی آن 33 سالم شده، کشیش مرد، مادرم مرد، تایه مرد، همه مردن. یه روز اون فالگیره رو دیدم،
فالگیر اومد و به من گفتش که آره من یادم تو وقتی که گفت آشنایی دادیم و اینا، آره تو وقتی که 7 ماهت بود من به مادرت گفتم که تو موزیسین میشی. میگه من اینجا حرف این رو باور کردم و دیگه حرف فالگیر رو باور کردم، چون زبان الوهیت خودم یادم رفته بود و با زبان این آشنا شده بودم. عزیز من، اصل داستان همینه. یعنی شما فکر نکنید که اگر تحولاتی به وجود میاد، حرکاتی به وجود میاد، اینها رو دیگران میپذیرند و همین خاطر مسئله میشه مسئله رازداری. راز رو نگه دار. من فقط کاری به هستی اوریان ندارم، اون عزیزانی که خب براشون راهگشایی هایی کرده و میدونم چقدر تأثیرات خاص خودش رو داشته، باید بپذیری که آبی که دلت رو توانگر داره میکنه، این آب برای توه نه برای همه. اگر این طور بود اینها این همه قیقاج نمی رفتن. من بارها هم خدمت دوستان عرض کردم اون چیزی که عرفان ما میگه به اونی که میگه عمل میکنه، اگر عمل نکنی دروغه. اون تحولی که به وجود میاد، اون حرکتی که به وجود میاد، اون برای خیلی قابل درک نیست. ما همیشه صحبتمون همین بوده، شما یه عارفی رو پیدا کنید در دنیا که اومده به مردم زور گفته، اومده سر مردم کلاه گذاشته، اصلا با مردم کاری ندارن. یعنی آقا هر چی تو میگی درست میگی، تو همین دنیای ذهنیتت بمون، فقط با من کار نداشته باش. اون شما نمیتونید انسانها رو از دست خودشون نجات بدید. این آدم خوبه بودن، این نیکوکار بودن، این نصیحتها، این ماسکو کشیدن رو صورت، مگه شما انسانها رو میتونید از این بلا نجات بدید؟ بهترین کار اینه که اگر میخوای سرت بالای دار نره، اصطلاحا نه اینکه واقعا کسی رو دار بزنن، اذیتت نکنن، اسرار دلت رو هویدا نکن. سر دل، این مسیر فقط باید با خودت باشه و با کسی که همراهته. این مال عموم مردم نیست، بارها هم عرض کردم. از یه طرف دیگه ایم شما باز چه انتظاری دارید؟ جامعه ما چی رو خراب نکرد، چی رو کثیف نکرد که عرفان سالم نگه داره؟ هر چی نمیدونم تلسم بود، بیا بریم گنج پیدا کنیم و بیا بریم نم جادو کنیم و همه اینا رو کردن به اسم عرفان. شما از مردم عادی هم که توقعی دارید؟ مردمی که اصلا آشنایی با عرفان ندارن. شما فکر میکنید برای چی این همه گلو پاره میکنیم و داد میزنیم که آقا جون اگر اطلاع ندارید همیشه همه جا شیاد هست؟ اون مسلم عرفان یک مش خرافاتی شده که به اصطلاح تو دکون هیچ دکون بقالی پیدا نمیشه، هی هم میگن. و ما هم که از تنها چیزی که بیخبریم خیشتن خودمونه، فرهنگ خودمونه، ادبیات خودمونه، نمیدونیم چه کردن، اصلا تو اون لول نیستیم بدیم، باید غربیه بیاد برای ما توضیح بده. خب عرفان شده چی؟ فالگیری و نمیدونم جنگیری و نمیدونم از این چیزا شده اسمش عرفان. ولی نیست. تحول وجودی بسیار با این داستان ها متفاوته. مسلمه وقتی که به من بی اطلاع هم یکی بگیر و میگم آره ما میدونیمش چتفت میشه، من راستم میگم، برای اینکه بد معرفی شده. امیدوارم که این موضوع رو روشن کرده باشم. به هر حال گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. گفت آقا جان، یکی از حرفایی رو که این آقای پیر مغان زد، گفت ما درسمون رو گرفتیم. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. ببینید اولا راجع به فیض صحبت میکنه که یک بحث خیلی متفاوتیه که به موقعش انشالله صحبت خواهیم کرد. فیض هر کاری که بکنی تا زمانی که اون فیض نباشه به نتیجه نخواهی رسید.
میگه ببین روح القدس، میدین حضرت مسیح قدیسترین، پاکترین، یکی از پاکترین پیامبران خداست. حالا مسیحیات میگه اصلا پسر خداست، درسته؟ نه آقا جان، این فیض روح القدس بهش رسید. خب اگر به تو هم میرسی تو هم میشدی همون. بسیار نکته باریکه، چون خیلی از این صحبت ها رو پیر مغان داره برای حافظ باز میکنه. از خودت خجالت نکش که عیسی مسیح نیستی. اگر فیض روح القدس به تو هم میرسید تو هم میشدی. بحثی رو مطرح میکنه که از پیچیده ترین بحثای عرفانی به نام میدان ارزشی. میدان ارزشی به معنی ارزش‌های اجتماعی نیست. ما بارها اینها رد کردن که آقا این ارزش‌های اجتماعی تاریخ مصرف داره تموم میشه، اینا رو ولش کنید. اما یک میدان‌هایی وجود داره که بسیار تمام این داستان به این بیت برمیگرده، به همین یه فیض روح القدس. خب ببین، من اگر دنیا میومدم و یه فرشته‌ای هم یه جبرئیلی هم میومد و یه فوتی به من میکرد و من میشدم عیسی مسیح، خب این چه ارزشی برای من داره؟ اون بیچاره‌ای که باید در هزار تاریکی زجه بزنه و خدا خدا کنه و خدا به فریادش نرسه، اون جرمش چیه؟ ببین، میگه که اون چیزی که برای شما بسیار مسئله مهمیه و باید بهش خیلی توجه کنید، یک زمانی یک کاری ازت برمیاد، اینها دیگه عرفان عملیه، یک عملی انجام میدی که این عمل تو رو هزاران بار از قدیسان عالم مقدسترت میکنه در بارگاه الهی. شما شنیدید، زیاد شنیدید که در احادیثی که از انبیا هست، به خصوص از پیغمبر اسلام و ائمه اسلام، ائمه شیعه، که شما در اراذل و اوباش اولیایی پیدا میکنید که انبیا به حال اونا حسرت میخورن. اینها رو زیاد شنید. همون حرفیه که در بینوایان باز اون کشیشی که کمک میکنه به ژان والژان، میگه، میده نقره ها رو میدزده میبره، پلیس میارتش، بهش میگه که این رو ما گرفتیم، میگه نه من خودم به این دادم. ژان والژان دست این مرد رو میگیره، شروع میکنه گریه کردن. بسیار ویکتور هوگو هنرمندانه این صحبت ها رو کرده، میگه آره گریه کن، گریه کن، اشکی که از چشم تو میاد، سپیدی عشق تو از روی تمام انبیا سپید تره. اینی نکته است. اینه اون میدانهای ارزشیه. توی انسان تمام صحبتاش پیر مغان میکده، تمام صحبت دست از این نیکوکاری ها و این ماسک های متعارف بردار، به اون نیکوی واقعی خواهی رسید. اصل داستان در عرفان عملی اینه. چقدر اینه میکشی رو صورتت که بابا جون من آدم خوبم، تو اینو بزن کنار، نیکوی کاری های ازت میاد که همین روح القدس، همین عیسی مسیح، میبینی کار تو فوق‌العاده ارزشمندتر. در قبال حافظ خیلی چیزها گفتن، افسانه های خیلی زیادی گفتن، اینی هم که من میگم افسانه است، اما اون چیزی که خیلی مهمه بحث اینه که در این افسانه ما خیلی نکته ها باید بهش دقت کنیم. میگن حافظ عاشق خانمی بود به نام شاخ نبات. شاخ نبات رو خیلی دوست داشت، داستان طولانیه. بعد این خانم هم گفتش که مثلا یه رقم خیلی بالای اون زمان 100 دینار یه همچون چیزی باید برای من پول بیاری تا من زن تو بشم. این خیلی عاشق این. شما اون حالتهایی رو که خودتون مدل دیوانوار یه چیزی رو میخواین، عرش الهی رو میکشین پایین که من اینو میخوام، اون شرایطتون رو در نظر بگیرید. همینجور ساده نگیم آره من میکنم. دیدید وقتی که مدل دیوانوار یه چیزی رو میخواین، نه این رو من میخوام و فقط میخوام،
این همون حالتیه که حافظ داره، هیچ چی رو نمیپذیری جز اون خواستت، دیزایر رود مسلطه، خواسته رود مسلطه. اینم میره کار میکنه، خلاصه پدر صاحبه بیچاره در میاد و با هزار بدبختی این پول جور میکنه. یه زمانی که رفتم دیدم که یه زنی یه خانمی ظاهرن نشسته و یه لحافی انداختن رو چند تا سنگ و این آب داره جوش میاره روی آتیشی. گفتم که مادر داستان چی و اینا؟ خلاصه گفت گفت این بچه های یتیم ما، ما هیچی نداریم بخوریم، به عشق این آب، به عشق این که آب دارم میجوشم غذا درست میکنم بچه ها رو خوابوندم. باز خودتون رو در اون شرایط ببینید و الا کمک کردن و $5 در ماه به یکی کمک، اینا همه بلدن بکنن. ما به این اینها نیکوکاری های اجتماعی، ما مشکلی با کسی نداریم. من حرف عرفان رو دارم میزنم، اونجایی که میتونی از خودت بگذری و الا همه ماشاءالله اینجور نیکوکاری ها رو دارن. اونا رو اصلا جدی نگیرید. اگر من بازاری به ایران اون زمان میگم نیام مثلا در فلان چه میدونم محرم و رمضان 100 تا گونی برنج بدم، اون دزدی هامو چجوری میخوام انجام بدم، اون گرون فروشی ها و احتکار هامو چجوری میخوام بکنم؟ ما با اینها کاری نداریم. به این عرض من عنایت کنید. میگه که گفتم که ببین خود حافظ به این نکته ها خیلی اشارت داره که من در خلوت بسیار تازیدم به خدا. گفتم ببین اگر من بدبخت آفریدی، اگر هر کاری که کردی من بدبختی رو میپذیرم، میرم دوباره در اون گوشه میشینم از شاخ نبات میگذرم اینا به یه نوایی برسن. میگه من پول رو دادم به اینا. البته میگم نه افسانه هستن که فکر کنید چه تاریخی داره، فقط خواستن بیان کنن. میگه دادم که میدونید ترنجی رو میدن، نارنجی رو میدن به، میبینه چند نفر نشستن و دارن با هم صحبت میکنن، میرن اونجا نارنجی رو میدن یا ترنجی رو میدن به حافظ، حافظ میخوره، یه دفعه میشه حافظ لسان الغیب. آخه تو هم باید یه جایی از خودت بتونی بگذری، هی فقط میخوام میخوام که کار نمیکنه که. تو دست بردار از این نیکویی های متعارف، از این آدم خوبه بودن. اگر خیرشو ندیدی همه ی حرفای اینها، حرفای ما بی ربطه بی ربطه، کسی چیزی از کسی نمیخواد. بدبختی اون نیکوکاری هاست، بدبختی اون بدی ها نیست، چون با اون ماسکا ما خیلی کارا میکنیم. به اینها خیلی دقت کنیم. صحبت اینه که آقا این فیض روح القدس اگر به تو هم میرسید تو هم میشدی برای خودت عیسی مسیح. پس این یک برتری، یک مزیت بر عیسی نیست، اون چیزی رو که خودت ارن میکنی، اون چیزی رو که خودت لیاقت داری اینجا حساب میشه. و چون متوجهش نیستی همش هی تو این نیکوکاریای الکی هستی و میگی آقا جون خب بچه من نمیگیرم، بچه من نمیاد، اون ماسکو بردار، اون ترنج رو تو هم میگیری. گفتمش سلسله زلف بوتان، ببخشید گفت صحبت سر این بودش که سلسله زلف بوتان چیه. گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا میکرد. شیدا میدونید یعنی دیوانه، شیدا کسی که دیوانه است. دل دیوانه رو چه میکنن؟ آدم دیوونه رو قدیم ها و تخلاش هم همینطور فرمش عوض شده، آدمی که فوق العاده دیوونه میشه قاطی میکنه زنجیرش میکنن دیگه، سلسله زلف بوتان. سلسله یعنی همون زنجیر. آدمی که دیوانه است زنجیرش میکنن. دل من حافظ هم شیدا بوده، دل من حافظ هم دیوانه بود در این زلف بوتان. زلف من عرض کنم به خدمت شما که در تعبیرات حافظی همیشه به جهان فیزیک، به جهان فکر و ذهن، به همه اینها میگن زلف. یعنی شما تو تمام این کوچه هایی که هستین، تمام این تفکراتی که میکنین، تمام این اندیشه ها، تمام این آموخته ها، هر چی ما تو زندگیمون داریم، اینها زلف های این هستی هستن. اونجایی که میرین توی دل، اونجایی که از این خارج میشین، اون میشه عالم دل. میگه این زلف رو، این همه اسارت های من رو
در این فکر، در این ذهنیت، در این زنجیرها چرا دادی؟ شکایت از این میکنه، میگه برای اینکه اون دل دیوانه تو، اون دلی که قرار بود، اون دلی که در وجود تو هستش، اون اگر رها بشه خیلی چیزها به هم میخوره. باید این حالت حجاب، باید این حالت محجوب بودن در انسانها وجود داشته باشه، و الا همه نظام زندگی به هم میخوره. این زلف زنجیرهاییه که تو این فکری، تو اون فکری، این فکر بهت حمله میکنه، این شکست میاد، اون شکست میره، همه این موفقیت ها، این شکست ها، اون زلف بتانن، چیزهایی که برات ارزشمندن وقتی که از دست میدی، بتهایی هن برات، یا به دست میاری، اون چنان در اسارت اینها هستی که هرگز و هرگز به حقیقت دل شیدای خودت نمیرسی. یه نکته ای را من خدمتتون عرض کنم، شاید بسیار راهگشا باشه برای این فیض روح القدس ار باز مدد فرماید. دیگه نمیرسم این همه شعبده خیش که میکرد و توضیح بدم، ولی این یه نکته رو من توضیح بدم خدمتتون. ببینید، یکی عرض کردم خدمت شما که از این ماسک ها، از این چیزهای متعارف بیایید بیرون. والا خیر داره توش که اینا این همه اصرار میکنن. نیکویی های واقعی رو میبینی، یعنی به وجود فرد کمک میکنی، نه به ماسک طرف. ما فقط یاد گرفتیم به ماسک ها کمک کنیم، باید به وجود کمک کنیم. نکته دوم، گفتم از سلسله زلف بتان از پیه چیست؟ چرا اینقدر من در اسارت این خواسته ها هستم؟ چرا این خواسته ها من رها نمی کنه؟ اون دل شیدا، اون دل دیوانه خیلی کار رو براتون میکنه. همین حضرت عیسی فیض روح القدس که داره میگه، همزمان با حضرت عیسی تاریخ میگه فرد دنیا اومده به نام یحیی. یحیی فوق العاده بزرگه، از نظر ادیان دارم میگم. بر اساس ادیان انسانی که دنیا میاد، این در اسلام هست، به محض اینکه دنیا میاد به وسیله شیطان تاچ میشه، این یه نماده. میگن دو نفر تاچ نشدن، یکی عیسی مسیح بود و یکی هم یحیی بود. این حالت رو میخوام براتون بگم. یحیی با حضرت عیسی دنیا میاد و در زمان حضرت عیسی است. کار ندارم، بسیار بسیار چیزهای متفاوت از این نقل میکنن. خلاصه طبق معمول آدم خوبه ها تصمیم میگیرن آدم بدا رو بکشن. یحیی رو تهدید میکنن که اگر سر از دست از حرفت بر نداری فجیانه میکشیمت. میگه من حرفم رو زدم، رو حرفم نیستم، کاری نکردم، چیزی که گفتم بوش. این رو با اره کشتن. و خیلی جالب میگه، میگه اره بر فرقش نهاد و گفت چونی؟ گفت بر سر اولاد آدم هرچه آیت بگذرد. اره بر فرقش نهاد و گفت چونی؟ گفت بر سر اولاد آدم هرچه آیت بگذرد. این زلف بتان، این خوبی ها و بدی ها میگذره، فکر دل شیدا باشی. به خدا میسپارم تو هفته ای. Thank you.